بسم الله الرحمن الرحيم. جا دارد که از همه شما سپاسگزار باشیم برای شرکت در برنامه های قرآنی و برنامه های فرهنگی. امیدوارم که بتوانیم از این محافل و از این مجالس فرهنگی، علمی و قرآنی بهره‌های زیاد ببریم. و سپاسگزار هستیم از بانیان مجالس و کسانی که این محافل را مدیریت میکنند و این محافل را به خوبی تمام پیش بردند و ما شاهد یک برنامه های بی‌نظیر و بی‌سابقه در پاسور هستیم. من سخن خاصی ندارم، اما چون گفته شد باید چند کلمه صحبتی در مورد سخن گفتن و نقش سخن گفتن در جوامع و در ملت ها و در حکومت ها برای شما بگویم. شما می دانید ما در حکومت ها سه نوع قوه داریم، یعنی حکومت ها و ملت ها بر اساس سه قوه تشکیل شده است و تمام حکومت ها می تواند امور خود را توسط همین سه قوا پیش ببرد. قسمی که شما هم می دانید قوه اجراییه، قوه عدلیه و قوه مکرمه یا پارلمان هست. همه این قوا برای خدمت به مردم ساخته شده است و برای اینکه امور دولت و حکومت به خوبی پیش برود به این سه قوا نیاز مبرم دارد. اما در این تاریخ و در این عصر قوه دیگری هم به این قوا ها اضافه شده و آگاهان امور این قوا را به نام قوه رسانه ها معرفی میکنند. یعنی رسانه ها به عنوان قوه چهارم و پایه چهارم استمرار حکومت ها و ملت ها به شمار می آورند. و مهمترین نقش رسانه ها در جوامع دفاع و حمایت از حقوق و آرمان‌های مردم است و رساندن سخن و حدیث مردم برای حکومت‌ها. قوه‌ای که خیلی از آرمان‌های مردم دفاع می‌کند و مدافع خاص آرمان‌های مردم به حساب می‌آید قوه مقننه است. شما از هر ملتی، از هر جامعه، از هر منطقه می توانید افراد زیاد را به این مجلس بفرستید تا صدای شما را به گوش حکومت برساند. اما همه که نمی تواند با پارلمان برسد، همه که نمی تواند وزیر باشد، همه که نمی تواند در قوه اجرائیه یا پلیس یا اردو باشد تا از مردم دفاع بکنند. پس اینجا جای پای یک چیز دیگر پایی و او هم رسانه ها تا مردم به هر نحوی که بخواهند برای دفاع از آرمان های خود بتواند در اجتماع نقش ایفا بکنند و این نقش ایفا کردن در قالب رسانه ها پیاده می شود. شما می دانید که ما می توانیم از طریق رسانه ها
حرف خود را به دولت و به حکومت‌ها و همچنان به جهانیان ثابت و بتوانیم سخنان خود را به گوش حکومت‌ها برسانیم که در دل ما چی می‌گذرد و در دل اجتماع ما چی می‌گذرد و همچنان تاریخ را می‌دانیم که بزرگترین اتفاقات و انقلابات که در دنیا پدید آمدند از همین رسانه ها شروع شدند.